در حالی که آمار کشدار دام در کشور در تیر ماه سال جاری نشان از افزایش حدود 50 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد اما تقاضا برای خرید گوشت قرمز در ایران بین 25 تا 30 درصد کاهش یافته است طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تیر 1400 وزن گوشت قرمز عرض شده انواع دام های زهب شده در کشتارگاه های رسمی در مجموع حدود 54 هزار تن بوده است. گوشت گاو و گوساله با حدود 28 هزار تون بیش از 50 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. با وجود افزایش عرضه، تقاضا برای خرید گوشت قرمز به دلیل بالا بودن قیمت با کاهش چشمگیری مواجه بوده. روز دوشنبه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 25 تا 30 درصدی تقاضا برای خرید گوشت قرمز و افت سرانه مصرف این کالا تا 8.5 کیلوگرم خبر داده بود. با این حال برخی برآوردها میزان کاهش مصرف را تا 50 درصد و سرانه مصرف را تنها 5 کیلوگرم در سال نشان می‌دهد. اواسط مرداد ماه رئیس شورای تأمین دام ایران گفته بود که شرایط اقتصادی مردم و کرونا باعث رکود بازار گوشت و کاهش 50 درصدی مصرف آن در ایران شده. طبق گزارش ها میزان معمول مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران یک میلیون تن بوده و اکنون به نصف یعنی 500 هزار تن کاهش یافته است. در این میان اخشار کم درآمد برای اینکه گوشت قرمز را به طور کامل از سبد خانوار حذف نکنند به خرید خورد گوشت و یا خرید گرمی روی آوردند طبق گزارش روزنامه همشهری تهران خورد گوشت ها اگر چرب باشد به طور متوسط کیلوی 80 هزار تومان و اگر کیفیت بهتری داشته باشد کیلوی 100 هزار تومان به فروش می رسد. کمبود علوفه، خشکسالی و بحران تأمین آب و مشکلات اقتصادی دامداران برای خریدن نهاده های دامی سبب شدند که تولید گوشت قرمز تبدیل به فعالیت اقتصادی زیانده برای دامداران شود. در دهه گذشته گزارش های متعددی درباره کاهش مصرف گوشت قرمز در ایران منتشر شده. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور در سال 90 حدود 13 کیلوگرم بود که تا سال 98 به صورت متمادی کاهش یافت و به 8 کیلوگرم سقوط کرد. بدین ترتیب از سال 90 تا 98 مصرف گوشت قرمز ایرانیان 38.5 درصد کاهش یافته است. اما بحث قیمت این کالا متوسط قیمت گوشت گوساله از تیر ماه سال پیش تا خورداد امسال از 85 هزار تومان به 127000 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت در تیر ماه به 147000 هزار تومان هم رسید اما متوسط قیمت این ماه 130 هزار تومان اعلام شد. به این ترتیب متوسط قیمت گوشت گاو و گوساله از خورداد تا تیر افزایشی حدود دو درصدی و از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال افزایشی 51 درصدی داشته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی فقط به گوشت قرمز محدود نیست. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره گرانی افزار گسیخته مواد غذایی پرمصرف منتشر شد. از برنج و تخم مرغ گرفته تا شکر و مرغ بین 30 تا 90 درصد گران شدند در حالی که درآمد خانواده‌های ایرانی نه تنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز یافته است. بالا رفتن هزینه تولید شامل مواد اولیه کشاورزی، هزینه کارگر و حمل و نقل از علل اصلی افزایش قیمت محصولات غذایی عنوان شده. همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، وزارت تعاون 31 مرداد با انتشار گزارشی اعلام کرد که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 38 درصد رشد داشته است. مهدی تاهباز، رادیو فردا.